اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد این چند شب بحثی رو در ارتباط با عوامل تحکیم خانواده محضر شما برادران و خواهران و سروران معظم شروع کردیم. گفتیم وظایفی که در خانواده هست بر دو قسمه. قسم اول وظایف مشترکه، یعنی هم وظیفه زن، هم وظیفه مرد، هم وظیفه بچه ها توی خونه است. قسم دوم وظایف مخصوصه، مخصوص همسر، یعنی زن یا شوهر یا اولاد. توفیقی شد تا دیشب 5 تا از وظایف مشترک زن و مرد و اهل خانه رو من گفتم. حالا فهرستشم میگم، یه وقتی بعضی عزیزان نبودن. اون 5 تا وظیفه‌ای که گفتیم، یکی اظهار محبت بود، یکی حسن خلق بود، سومی همکاری بود، چهارم صبر بر ناملایمات جسمی یا مالی یا بداخلاقی ها بود، و پنجم بحث جلب رضایت طرفین. اینا 5 تا وظیفه بود که من گفتم. 3 تا وظیفه رو امشب میگم و این بحث رو جمع میکنم. انشاءالله از فردا شبم وظایف مختص و ویژه رو خواهم گفت. برادران عزیز، خواهران گرامی، خانواده های محترم، ششمین وظیفه مشترک توی یک خانواده عبارت است از احترام متقابل، هم زن نسبت به مرد، هم مرد نسبت به زن. روایات فراوانی داریم، حالا من یکی از اینا رو نسبت به آقایون میخونم، چون شاکیای از خانوما پیش ما بیشتر از آقایون میان نسبت به بداخلاقی بعضی از مردها یا تندی یا تحقیر زنها. این روایت از نبی مکرم اسلام است، فرمود: ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. ما دو جور آدم داریم، بعضیا کریمن، بعضیا لئیم. لئیم یعنی پست، کریم یعنی بزرگوار. یکی از صفات خدا هم صفت کریم هست. ما زیاد میکنه، بالاخره آدم سراغ کاسب خوش اخلاق، سراغ پزشک خوش اخلاق، سراغ منبری خوش اخلاق، سراغ کارمند خوش اخلاق بیشتر میره. یسر المال، مالش زیاد میشه. دو، ینم رزق، سخن نیکو رزق آدم رو رشد میده، خود سخن نیکو رزق رو بالا میبره. سوم، ینس اف العجل، مرگ انسان رو تأخیر میاندازه. سخن نیکو مرگ رو تأخیر میندازه. این خیلی روایت عجیبی است. چهارم فرمود یحبب الی الاهل، آدم رو پیش خانوادهش محبوب میکنه. میگن این مرد اگه نداره هست اقلا خوش زبونه، اگه نمیتونه ماشین مدل بالا و سفر فلان ما رو ببره، اقلا زبانش خوبه، با زبانش به هر حال جبران میکنه. یحبب الی الاهل. و پنجم، یدخل الجنه، یه از این بهتر آدم رو بهشتی میکنه. سخن نیکو رزق زیاد میکنه، مال و افزایش میده، مرگ و تأخیر میاندازه. فرمود آدم رو محبوب میکنه پیش خانوادش و نابهشتی میکنه. شما نگاه کنید تو جنگ صفین، 2 تا از اصحاب امیرالمومنین عصبانی شدن یه خورده. خب سپاه معاویه همیشه دشمن اینطوره، میخواد یه کاری کنه حق رو عصبانی کنه، ناراحت کنه. یه چیزایی گفتن، این دوتام ناراحت شدن. یکیشون حجر ابن عدی بود، یکی هم عمرو ابن حمق. شروع کردن به حرفای تند زدن به سپاه معاویه. سب کردن. سب غیر از لعنه، لعن وقتی کسی رو میکنی یعنی از رحمت خدا دور بشی. میگه اللهم لعن فلان، یعنی خدا اینو رحمتتو شامل این نکن،
لعنت در مقابل رحمت، ولی سب به معنای ناسزاگوییه، درشتی، دشنام، سب به این میگن. شروع کردن دشنام، خبر به امیرالمومنین رسید، بلا فاصله اینا رو خواست، فرمود لا احب، در نهج البلاغه است، لا احب ان تکونوا سبابین، دوست ندارم اصحاب من دشنام بده، حتی به دشمن، لا تو احب، من دوست ندارم. بعد آقا فرمودن که شما اعمال اینا رو نقل کنید، شما میخواید یه گروهی رو نقل کنید، این کار شما غلطه، این فحش ندید، کاراشون رو نقد کنید. حضرت ابراهیم ببینید، شما بگو این بوتا که به درد نمیخورن، شما چرا پرستش میکنید؟ بوتی که از خودش دفاع نکنه میخواد از شما دفاع کنه. قرآن میفرماید به بوتهای مشرکین هم ناسزا نگید، لا تسب الذین یدعون من دون الله، این آیه قرآنه. نقد بگید این سنگ و چوب به چه دردی میخوره، این سنگ و چوب چه کاری ازش میاد. ولذا من داستانهایی دارم تو ذهنم که حالا خیلی عجیبه. یه وقتی میدونید پیغمبر گرامی اسلام یه عده از اینایی که بهش ایمان آورده بودن باباهاشون آدمای خوبی نبودن، مثلا پسر ابو جهل اومده بود مسلمون شده بود، اکرمه، وقت جلوی این به باباش فحش میدادن، ناسزا میگفت، حضرت فرمودن کارو نکنید. یا صفیه همسر پیغمبر گرامی اسلام باباش یهودی بود و باباش هم حیی ابن اختبه، حیی ابن اختب از یهودیای خیبر که با پیغمبر جنگید و کشته شد، به درک واصل شد. خب ایشون صفیه به پیشنهاد خودش با پیغمبر ازدواج کرد، همسر پیغمبر گرامی اسلامه، پیامبرم به اصطلاح ایشونو خیلی دوست داشت. گاهی زنهای دیگه حسودی میکردن بهش، میگفتن یهودی زاده، نه اینکه باباش یهودی بود، حیی ابن یهودی زاده. حضرت فرمود اینطور نگید دیگه بهش، فرمودن بهش بگید زن رسول الله، اگه بهت گفتن بگو من زن پیغمبرم، چرا اینو نمیگید؟ من عموم هارونه، من جدم موسی بن عمرانه. اینا خیلی نکات نمید. یه وقتی یه جنگی بر میگشتن رسیدن به قبرای مشرکین، یکی از این حالا دوتا مسلمون و هر دوشون هم مسلمونن، منتها باباهاشون مشرک بودن، قبر باباهای مشرکشون اونجا بود، یکی از این مسلمونا به اون یکی مسلمون که اسم اون خالد بود، این گفت که بابای تو یه لحظه مقابل خدا سجده نکرد، بت پرست بود، مشرک بود، با دین جنگید، اسم باباش اوهیهی بود، خالد ابن اوهیهی. خالدم عصبانی شد، به این یکی گفت بابای تو اوج بخل و اوج خصت رو داشت، به عمرش یه نوم به کسی نداد، به عمرش به کسی، این شروع کرد بابای اینو گفتن، اونم شروع کرد بابای اینو گفتن. پیغمبر گرامی اسلام دید نه، دعواشون شد، رسید و جداشون کرد و فرمود که چه کار به باباهای هم دارید؟ اگه میخواید به مشرکین چیزی بگید کلی بگید، مثلا بگید مشرکین بت پرست بودن، مشرکین، حالا منظور حضرت این بود که مقابل اینها جلوی اولادشون، بالاخره این باباشه، حالا این درسته باباش مشرک بوده ولی یه احترامی براش قائل دیگه، پدرشه. این خیلی نکته مهمی است، مسئله سب و ناسزاگویی در روایات ما خیلی مورد مذمت قرار گرفته. یه وقتی یکی از دوستان امام صادق علیه السلام از یاران و شاگردان امام صادق، ایشون دعواش شد با شتربانش، کسی که شتراشو میبرد این طرف و اون طرف، دعواش شد، عصبانی شد و چند تا فحش داد. میدونید آقایون، دعا کنید هم میشه حوض وجودتون پاک باشه، حوض وجود بعضیا لجن توشه، تو دعوا معلوم میشه، تو ریاست معلوم میشه، تو شهوت، تو شهرت، خیلی این مهمه ها. محک شیطان، مگه مشکلش چی بود؟ شیطان حوض وجودش توش کبر بود، ولی خب زمینه پیدا نشده بود برای این کبر، زمینه پیدا نشده بود. لذا 6000 سال امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه شیطان از جن، جنیان میدونید مسلمون دارن، کافر دارن، خدمت ائمه میرسیدن، گاهی مسئله شرعی میپرسیدن، بعضیاشون با ائمه مخالف، کربلای عده‌شون به امام حسین پیشنهاد کمک دادن. قرآن میفرماید، سوره جن نگاه کنید، میفرماید اینا بعضیا مسلمان شدن، بعضیا هم کافر مونده. شیطان از جن بود، اون تا از بس آدم موجود خوبی بود قاطی فرشته ها شد.
که فرشته ها فکر میکردن فرشته است، با اونام سجده کرد و الا فرشته نیست، ایشون از جن، کان من الجن. خب بعد 6000 سال یه جا ببینید یه چوب بردارن، بعضی حوضا رو هر چی چوب بزنی هیچ بوی تعفن نمیاد بالا، چون کفش هم صافه. مثل استخرا دیدید شما، تو استخر چوب هم بزنی کف آب بوی تعفن نمیاد بالا، چون کفش هم تمیزه، اصلا پیداست. ولی بعضی این خزینه ها، بعضی از این جویه ها اینطوره. یک گفتن سجده کن مقابل آدم، کبره اومد بالا، گفت نمیکنم خودشو بیچاره کن. زبیر حب ریاست داشت. زبیر کسیه که پیغمبر تو جنگای حساس، از 16 سالگی مسلمان شده بود، نوجوان بود و کسی بود که رأی به نفع امیرالمومنین داد، تو سقیفه از حضرت امیر دفاع کرد، تو وصیت نامه حضرت زهرا امضا کرد پا وصیت، تو تشریفات حضرت زهرا. زبیر غیر از طلحه است، زبیر سابقه خیلی خوبی داره. خب چه یه حب ریاست چه کارش کرد؟ تا دید امیرالمومنین شد خلیفه این نشد. بلعم باورا یه حب مال چجور بیچارش کرد. برسیسای عابد یه حب شهوت. خیلی آدم اینی که در روایت داریم خدا به قیافه های شما روز قیامت نگاه نمی کنه، به قلباتون نگاه میکنه. مواظب باشید این درون یه بعضی چیزا مخفیه، مثل دردای بیدرمان. ببینید طرف مثلا یه دردی داره، سرطان گرفته، خودش هم نفهمیده، یه مرتبه بروز میکنه. اونی که درد داره خطر نداره، دردی بده که بیماری بده که درد نداره، طرف نمیفهمه. اینا درد نداره، نه حسد درد داره، نه کبر درد داره، اینا میمونه تو دل. یه جات یه دعوا که میشه میگه اوه اوه این صف اول نماز جماعت چه فوشای بلده، مثلا عمرت نشدی. یه دعوا با زنش که میکنه، یه دعوا برادرش، همچنان میریزه بیرون.